سلام علیکم بچه ها، چطوری؟ خوش اومدید به ویدیوی امروز. آقا میخوام یه ویدیو باحال براتون بگیرم درباره مدل ساخت هنگراما. دو تا مدل ساخته میشه همه سازا، میخوام دو تا مدل رو بهتون بگم و قرارگیریش جلوتون و تفاوتش و اینا رو بهتون بگم. قبل اینکه ویدیو رو شروع کنم، بچه هایی که میخوان هنگرام بخرن میتونن به آیدی اینستا امید اینجاست براتون این زیر می‌نویسم شیف آندرلاین هلپ پیام بدید برای مشاوره و کمک تو انتخاب ساز و گام میتونم بهتون کمک کنم. بریم سر ویدیو. خب ببین، اول از این سلادینه شروع میکنم. خب ببین این هنگرام چجوری ساخته شده. ببین نوت 1 2 3 4 5 6 7 8 و دینگ ها، این مدل اینجوریه که شما ببین مارک ساز الان دقیقا روبروی منه. خب بعد نوت 1 هم با زاویه حالا 45 میگی. چجوری میگی؟ ببین مارک ساز میاد رو دینگ و رو نوت 1 و 2 اینجوری قرار میگیره تو این زاویه که وقتی میذاری جلوت نوت 1 سمت راسته، 2 سمت چپه و تو این زاویه نوتا جلوت هست. ببین از وسط که نصف کنی سازو یه خط دقیقا میفته، 1 2 3 4 4 تا نوت میفته این و 1 2 3 4 4 تا نوت هم میفته این و این ساز اینجوری کوک شده. خب بعد مدلی که میذاری جلوت به این حالت باشه که نوت راست یه خورده راست، نوت یک یه خورده راستر، نوت چپ هم یه خورده چپتر که با شست راحت بتونی به ضربه بزنی. اوکی این ساز اینجوری کوک شده. ولی خب فرقش رو بذار بگم، یه سری سازهای دیگه مثل این اکوها سازنده ها یه مدل دیگه میسازن. ببین من اگه این سازو مثل اون ساز بخوام بذارم جلوم که نوت 1 و 2 اینجوری جلوم قرار بگیره، آرم ساز میفته اینجا. چرا مثلا دقیقا جلوش نیست؟ الان فرق ساختشون رو بهتون میگم. ببین این سازه اینجوری کوک میشه که اگه این آرم ساز لوگوی برند ساز دقیقا روبروت باشه میفته روبروی نوت 8، بعدش این نوت رو بیای پایین میرسه به دینگ، از این ور میخوری به نوت 1، یعنی نوت 8 اینجاست، نوت 1 جلوته. این ساز اینجوری کوک شده که تو نوت 1 و 8 خیلی راحت جلوته، بعد نوت دوباره ولی عدداش همینجوریه دیگه، 1 2 3 4 5 6 7 8. فقط فرقش اینه 1 و 8 جلوته، ولی خب میخوای مثلا بزنی آکورد ستایی رو ببین میشه نوت 1 2، ببین میشه 1 3 5 میشه این. متوجه شدی تو ساختش این تفاوت ها داره؟ بعد اگه میبینی تو ویدیو من اینو اینجوری میذارم جلوم، مارک ساز اینجاست به خاطر اینکه من به این استایل عادت دارم و عادت کردم. ببین اینجوری برای من خیلی راحت تره. به این صورت این فرقا رو دارم. پس اگه یکی سازش اینجوری باشه جلوش کجه، به خاطر اینکه اینا اینجوری کوک میشه، اون یکی سازا اینجوری، هیچ فرقی هم نداره. من خودم همینو اینجوری میذارم، اونم همینجوری میذارم. هر جوری فرم دستتون راحت تره ببینید دوباره کج بذاری، 4 تا نوت این ور 4 تا اون ور راحت میتونی بزنی. اینجوری هم اگه عادت داری بزنی. صورت میتونی بنوازی. امیدوارم دوست داشته باشید و به کارتون بیاد، آگاهیتون از ساز بیشتر بشه و ویدیو رو دوست داشتید ممنون میشم لایک کنید، برای دوستاتون بفرستید، کامنت بذارید برام. مرسی از همتون. تا ویدیو بعدی، خداحافظ.